سرخط خبرهای امروز دوشنبه 25 ماه می از رادیو شهر ما. نفتکش فورچون با پرچم ایران در ساحل ونزوئلا پهلو گرفت تا بار خود را تخلیه کند. این اولین نفتکش از ناوگان نفتکش های ایران است که در مجموع بیش از 1.5 میلیون بشکه بنزین و مشتقات نفتی را به ونزوئلا میبرند. همزمان گزارش شده است که نفتکش فارست که اکنون از باقی مانده نفتکش ها پیش است وارد آبهای منطقه اقتصادی ویژه ونزوئلا شده است. جنگل های گشتساران همچنان می سوزند. غلام حسین حکمتیان مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کوکولی و بوی رحمت گفته است که جنگل ها و مراتع گشتساران بعد از 2 روز همچنان در آتش می سوزند. به گفته این مقام محلی دیروز با تلاش های صورت گرفته آتش سوزی مهار شد، ولی بعد از زلزله 5.2 ریشتری مجدداً آتش سوزی آغاز و همچنان ادامه دارد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که دولت به زودی برای جبران کسری بودجه اوراق بدهی منتشر می‌کند. آقای همتی گفته که با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی کسری بودجه سال 1399 در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. 112 سال پس از کشف اولین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان، این شهر یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در استان خوزستان را دارد. پراکندگی نفت و گاز در محیط موجب بیماری‌های ریوی و تنفسی در این شهر شده و همزمان خطرات آتش‌سوزی و انفجار نیز منازل اهالی را تهدید می‌کند. همین مسئله دهه هاست بهداشت و رفاه مردم را مختل کرده است. بسیاری از مناطق مسجد سلیمان ساعتی از روز را بدون آب سپری می کنند. عده‌ای از شهروندان در قیزانیه 45 کیلومتری اهواز در اعتراض به تأمین نشدن آب جاده اهواز رام هرمز را بستند. پلیس برای پراکندن معترضان و باز کردن جاده با آنها درگیر شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییت گفته است که مسائلی همچون بحران آب قیزانیه در نزدیکی اهواز نتیجه افکار آمریکایی در اداره اقتصاد کشور است. مهدی اخوان لنگرودی شاعر و نویسنده در سن 75 سالگی درگذشت. آقای اخوان لنگرودی اولین دفتر شعرش را در سال 1345 با عنوان سپیدار منتشر کرد. چوب و آج، آبنوس بر آتش، خانه، سالیا و گل یخ از دیگر دفترهای شعر اوست. رئیس کل بانک مرکزی ایران از ادغام بانک‌های نظامی خبر داد. محمدرضا مرتضوی دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران اعلام کرد در حال تبدیل شدن به یک حکومت طبقاتی هستیم. 1000 نفر با امضاهای طلایی از بیت المال دزدی کرده اند و ثروت‌هایشان را از ایران خارج می‌کنند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است، اما شاهد کاهش 10-15% موارد بستری نسبت به روزهای گذشته هستیم. با دستور ستاد ملی مدیریت کرونا صبح دوشنبه درهای حرم رضوی در مشهد که نزدیک به 69 روز قبل برای کنترل شیوع ویروس کرونا بر روی زائران بسته شده بود بازگشایی شد. این بود سرخط خبرهای امروز دوشنبه 25 ماه می از رادیو شهر ما.